جلیل محبوبی دبیر پیشین ستاد امر بالمعروف ایران بهترین راهکار برای مقابله با طالبان ایجاد لشکری از هموطنان افغانستانی است. به نام خدا و با درود سلام به کانال ادلا رسانه ما خوش آمدین. مشروع خبرها مختار وفایی در صفحه رسمی تویتر خود چنین می نویسد: جلیل رحیمی دبیر پیشین ستاد امر بالمعروف ایران بهترین راهکار برای مقابله با طالبان ایجاد لشکری از هموطنان افغانستانی در نیروهای مسلح ما است. افغانستانی های مقیم ایران هموطن ما هستند و در جنگ با داعش هم رشادت بسیار نشان دادن. لازم است طالبان حدود خود را بدانند. این در حالی است که وزیر خارجه ایران خواستار توجه و حمایت بین المللی برای مدیریت مهاجران افغانستان شد. حسین امیر عبدالحیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با آنتونیو گودرش دبیر کل سازمان ملل متحد گفته است که مدیریت مهاجران افغانستانی در ایران نیازمند توجه و حمایت های بین المللی است. او تعداد پناهجویان افغانستان در ایران را بالغ بر 5 میلیون نفر خوانده است. طبق اعلامیه وزارت امور خارجه ایران، دبیر کل سازمان ملل متحد هم از نقش ایران در پذیرش آوارگان افغانستانی تقدیر و بر لزوم حمایت بین المللی از ایران در این زمینه تاکید کرده است. این وزارت افزوده است که امیر عبدالحیان در گفتگو با گودرش نشست اخیر سازمان ملل متحد در دوحا و خصوص افغانستان را مثبت ارزیابی کرده است. با نقل از اعلامیه گودرش در خصوص این نشست گفته است که تمامی طرف ها در مورد ایجاد دولت فراگیر در افغانستان، مبارزه با تروریسم، حمایت و تقویت اقتصاد افغانستان، مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر و حق تحصیل و کار زنان در این کشور اجماع نظر دارند. نمایندگان ویژه کشورها بر روزهای 11 تا 12 فوریه در نشست پشت درهای بسته در دوحه درباره افغانستان صحبت کردند. آنتونیو گودرش در پایان نشست دوحه در یک نشست خبری گفت که این نشست برای ایجاد رویکرد جهانی درباره افغانستان بود. او گفت که همه اشتراک کنندگان نشست توافق داشتند که برای ثبات افغانستان نیاز به یک استراتژی است. از توجهتان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. برای حمایت بیشتر لایک، سابسکرایب و کامنت نموده تا جدیدترین و بروزترین ویدیوهای ما با خبر شوید. اوقات خوش داشته باشین.